خب استقلال یه سفر دیگه هم داشت به تبریز. 8 سال بود که استقلال و پرسپولیس نرفته بودن به خاطر اینکه تراکتور سازی افتاده بود دست یک. تیم خیلی خوبی هم بود، هر سال هم خوب براش کار میکرد، هزینه میکرد، ولی تیم نمیومد بالا. چجوری بهت بگم، میری پشت تپه ها یه دفعه میبینی وسط دره، یه دره خیلی بزرگی، یه آوردگاه خیلی جالب و مثلا منحصر به فرد. طرفداران تراکتور اومدن نشستن که این جایگاه استقلالی ها هست. ما اعتراض کردیم که یک چاره اندیشه بکنن که اون قسمت جایگاه رو تخلیه کنن که استقلالی ها بشینن، چون ممکنه که تداخل ایجاد بشه، خدای نکرده اشیاء به سمت همدیگه پرتاب کنن که به هر حال موجبات نگرانی ها رو به وجود بیارن، آسیب ها زیاد بشه. اینطور نشستن کنار همدیگه به نظر من صلاح نیست و باید حالا مسئولین چاره اندیشی کنن. ما اعتراض خودمون رو اعلام کردیم به هیئت فوتبال و فدراسیون فوتبال نماینده محترمشون، حالا اونا در صدد رفع این قضیه هستن. فراد مجیدی اومد گل زد، بعد رفت طرف استقلالی هایی که به هر حال رنگ آبی رو ترجیح داده بودن با همه سختی هاش تو اون بازی. بعد صحنه که داره شادی میکنه، اگر حالا دوربین ها حتما گرفتن ببینید، یه دفعه یه سری چیزا به طرفش پرتاب میشه. یکی از اونها یه سنگ سفیدی بود به اندازه تخمه ما که میخوره به پیشونیشو. اول کسی متوجه نمیشه، حتی فکر میکنم آقای رحیم‌پور بود که میره بغلش کنه، اول متوجه نمیشه. بعدش یه دفعه میبینن پیشونی مجیدی قرمز شده و میفته زمین، و که بعد اومدن پیشونیشو بستن. شانس آوردیم که حالا یا پایین‌تر نخورد یا ضربش شدیدتر نبود، مستقیم اصابت نکرد سنگه. حالا قبلش که اون اتفاقاتی که بود، مثلا مدیر عاملمون نتونست بره وی آی پی چون خیلی فاصله داشت، بعد هیچ جایی رو در نظر نگرفتن، مسیر مناسبی نداشت همونطور که گفتم بهتون، بعد ایشون مجبور شد تو تماشاچی ها بشینه و همینطور همراه های تیم. و خب یکم مربی های آلمانی مونم برای اولین بار میمد یه جمعیت اینطوری 80,000 نفر میدید که همه بعد افطار اومدن بهشون اجازه دادن بطری آبم بیارن با خودشون، و یه به عنوان تفریح بطری آبو مینداختن مثلا از اونجا پایین به طرف تیم، به طرف تماشاگرها، به طرف بازیکن‌ها. و خب بازی خیلی سختی بود، گل اول زدیم اما با فشار تماشاگرها، چون که واقعا تیم تاکتیکی بود، تیم تراکتورسازی، تونست بازی مساوی کنه. اونجا از ما 2 امتیاز گرفتن، درسته به خودشون 1 امتیاز رسید ولی از ما 2 امتیاز گرفتن. اما باید بگم استقلال اون 1 امتیازی که از دهن شیر کشید بیرون واقعا با ارزش بود، از این نباید گذشت. و اینکه یه
روحیه‌ای به بچه‌ها داد که تو بازی‌های بعد جنگنده‌تر ظاهر بشن.